بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان صنف مگیز یا امتحان شمولیت در مکاتب معرف افغان ترک، باز هم به درس های فیزیکتان خوش آمدین. به ادامه درس های گذشته، درس امروزی خود از تشریح مفصلتر وکتورها، حرکت، سکون، سرعت و تیزی پیگیری میکنیم. قبلا گفتم در فیزیک کمیت ها نظر به داشتن جهت و نداشتن به بخش اسکالری و وکتوری تقسیم شده. خب به خاطر که ما شما کمیت های وکتوری را خوب بشناسیم، باید وکتور را بشناسیم. درست است؟ تطبیقات وکتور بالای کمیت های وکتوری است. از لحاظ ریاضی تعریف وکتور میگیم قطع خط جهتدار را گویند. اما در فیزیک قطع خط جهتدار که تمام خواص کمیت های وکتوری را تمثیل کرده بتانه. این قطع خط جهتدار شما قطع خط در مضمون هندسه خواندین آغاز و انجام مشخص داره، درست؟ پس اگر برای از یک جهت بتیم که برای جهت وکتور این از علامه تیر رقم استفاده میشه، اینی نشان دهنده جهت وکتور است. پس قطع خط به چی تبدیل میکنه؟ به وکتور. نامگذاری چی قسم میشه؟ توسط آغاز انجام شام شده میتونه، یعنی وکتور ای بی، و همچنان توسط یک حرف کوچک انگلیسی مانند وکتور ای و بی و سی که در وسطش نوشته میکنه من میشه. یعنی در یک زمان از یک از این نامگذاری ها شما استفاده کرده میتونید، نیاز نیست هر دو نامگذاری رو در یک وکتور اجرا کنید، درست؟ و این جهت باید مشخص و معین باشد. اگر شما یک خط منکسر در نظر بگیرید، داخلش یک جهت بتین، درست؟ داخل یک خط منکسر یک جهت بتین، اون وکتور شده نمیتونه. چرا؟ جهت از هر لحظه تغییر میکنه. یک خط منحنی رسم کنین، داخلش یک جهت بتین، اون وکتور شده نمیتونه. چرا؟ در هر لحظه او یک جهت میگیره. در هر لحظه وکتور جهت چی داره؟ مشخص داره. انواع وکتورها رو شاگرد عزیز میخوانیم که کاربرد زیاد داره. وکتورهای موازی، اولین نوش، دو وکتوری که نه خودشان یک دیگه خود قطع کنه نه امتداد یافتهشان، A و B، ببینید جهتهایش مخالف است اما یک دیگه خودشان قطع نکردنی. اگر امتداد بتیم امتداد یافته از اینا هم به دو طرف یک دیگه خود قطع نمیکنه، پس میگیم وکتور A اینی علامه موازی است، موازی است با B. در وکتور C و D رو در نظر بگیریم، فعلا قطع نکرده یک دیگه خود، اگر امتداد بتیم امتداد یافتهشان یک دیگه خود چی میکنه؟ قطع میکنه. میگیم C و D موازی نیست. نوع دوم وکتورها وکتورهای مساوی است، هم مقدار و هم جهت باشد، هم مقدارش مساوی باشه هم جهتش، مانند وکتور F و G. ببینید نقاط آغازشان یک جای است، نقاط انجامشان هم یک جای است، یعنی که هم مقدار است. خودشان هم یک دیگه خود قطع نکرده، امتداد یافتهشان هم یک دیگه خود قطع کرده نمیتونه، یعنی هم جهت هستن. پس دیگه عادت نوشته میکنیم وکتور F مساوی است با وکتور چی؟ G. وکتور F مساوی است با وکتور G. اما وکتور K و L در نظر بگیریم، مقدارشان مساوی است ولی جهتهاشان مساوی نیست. بنان این مساوی گفته نمیتونیم. چرا وکتور است؟ اگر عدد می بود یام پنج یام پنج خو مساوی بود، چون اینجا جهت داره. پس میگیم K مساوی نیز با چی؟ با L. چرا؟ مخالف الجهت است. این در مبحث وکتورها جهت مهم است. وکتورهای مختلف نه موازی و نه چی باشه؟ مساوی باشه، مانند وکتور M و N. مقدارهایشان متفاوت است، موازی هم نیست، یعنی وکتور N که امتداد بدن M قطع میکنه. پس این وکتورهای مختلف است. و وکتورهای متلاقی، دو وکتوری که در یک نقطه یک دیگه خود ملاقات کنن، یعنی یک نقطه چی داشته باشه؟ مشترک داشته باشه، مانند وکتور P و Q، این نقطه مشترکشان. بحث بعدی مقدار وکتور است. طول یک وکتور مقدارش میگه. ببینید یک وکتوری مانند K داریم، درست؟ این فعلا وکتور K است. چرا؟ هم مقدار داره هم جهت. با استفاده از یک خطکش طول یزیر اندازه میکنین، 1 سانتی، 2 سانتی، 3 سانتی. به خاطر نشان دادن مقدار حرف که میمونیم علامه وکتور از بالاش حذف میکنیم، میگیم مقدار که چقدر است؟ 3 سانتی. خلاص، این رو میگیم مقدار یک وکتور، درست؟ وکتور منتقله چی است؟ وکتوری که از یک نقطه به نقطه دیگه انتقال داده شده باید نه مقدارش تغییر کنه نه جهتش. مثلا یک وکتور مانند F داریم، این رو پایین میاریم، باید مقدارشان تغییر ندین جهتشان. میگیم F زبر وکتور منتقل چیست؟ F است.
خب شاگردای عزیز، به ادامه مبحث وکتورها، بحث بعدی ما شما مسئله حرکت بود. حرکت چی است؟ در طبیعت که ما شما زندگی میکنیم، حرکت یک پدیده وسیع و متنوع است. تمام طبیعت در حرکت است. آفتاب، مهتاب، ستاره ها، انسان ها، تیاره، اتم ها، مولکول ها، کلش حرکت میکنه. پس حرکت یک تعریف میکنیم، میگیم تغییر موقعیت نظر به اشیاء ماحول یا نظر به یک مبدا حرکت گفته میشه. درست؟ در شکل برتون نشان دادیم، دستگاه مختصات قائم در نظر بگیرین، این محور اکس است یا محور وای، اینی را مبدیش میگه. این همین دستگاه مختصات قائم ساکن است، یعنی دستگاه را چی در نظر میگیریم؟ ساکن. ساکن که بود سرعتش چی است؟ صفر. سرعت برفی بی نشان میتیم، بعدا میگیم برتون. خب یک جسم در نظر بگیریم که ابتدا در نقطه A قرار داره، اینی که ترسیم کردیم. وکتور موقعیت چی میشه؟ این آر یک میشه. وکتور موقعیت وکتوری است که آغاز آن مبدا انجام آن جای جسم باشه. این از اینجا به جسم یک وکتور رسم میکنیم، این وکتور موقعیت اولی جسم است. جسم در نقطه A قرار داره. از نقطه A موقعیت خود تغییر میده، برای یک مسیر منحنی تو میاید، در نقطه چی قرار میگیره؟ B. درست؟ وکتور موقعیت دومیش چی میشه؟ آر دو. وکتور موقعیت دومی هم آغازش مبدا، انجامش جای جسم، ای آر دو است. خود تغییر موقعیت جسم از نقطه A به نقطه کجا آمده؟ به نقطه B. تغییر موقعیت یک وکتور جدید است که آغاز آن جای اولی، انجام آن جای دومی جسم باشه. پس این ای بی چی شد؟ تغییر موقعیت جسم شد. حال یک جسم نظر به یک مبدا که تغییر موقعیت داشته باشه، او جسم متحرک است، یعنی حرکت داره. سکون میگیم تغییر موقعیت نظر به اشیاء ماحول وجود نداشته باشه. مثلا یک موتر نظر به یک ایستگاه حرکت نداره، هموج خراب شده، استاد است، یک شبانه روز تیر میشه، او در جای خود است. پس میگیم این موتر ساکن است. درست؟ حرکت ها گفتم یک پدیده متنوع و وسیع است، بدان تقسیمات شده به یک بودی، دو بودی و سه بودی، که تا دو بودی شده کتاب های معرف مطالعه میشه. ما در فضای چند بودی زندگی میکنیم. سه بودی عرض است، طول است و ارتفاع است. پس حرکت نظر به بودی را که تعیین میکنه تقسیمات میکنه. حرکت یک بودی از نامش پیداست، جسم متحرک یک بود تعیین میکنه، یا تن و ارتفاع را تعیین میکنه، یا تن و طول تعیین میکنه، یا تن و عرض تعیین میکنه. مثلا یک سنگ از یک ارتفاع سقوط میکنه، مستقیم پایین میه. درست؟ و یا اینکه یک موتر در یک سرک مستقیم در حرکت است، و یا اینکه تیاره بعد از اینکه یک ارتفاع را میگیره تو مستقیم پیش میره. پس این حرکت ها یک بودی است. مسیر حرکت یک خط چی میباشه؟ مستقیم میباشه، مثل سقوط اجسام از یک ارتفاع. درست؟ مثل حرکت در یک سرک مستقیم و بدون انحنا. این یک حرکت یک بودی است. در حرکت دو بودی جسم متحرک دو بوده تعیین میکنه، طول عرض، عرض و ارتفاع، عرض و طول همزمان. مثل یک موتر در یک سرکی که اتو منحنی منحنی از کرا میره، این حرکت چند بودی میشه؟ دو بودی. شما در زینه باید دیوار بالا میشین، چند بوده تعیین میکنین؟ دو بوده. چرا؟ هم پیش میرین هم بالا. درست؟ هم پیش میرین هم بالا. و همچنان یک سنگ که تو به صورت افقی پرتاب میکنه، چند بوده تعیین میکنه؟ هم پیش میره هم پایین پایین میره، تا یک سقوط میکنه. درست؟ و مسیر حرکت در حرکت های دو بودی معمولا چی میباشه شاگردان عزیز؟ معمولا منحنی میباشه در حرکت های دو بودی. اینه ببینین، یک منحنی است، نه؟ جسم دو بوده تعیین میکنه، هم محور وای هم محور اکس. خب محصول حرکت بعضی کمیت های جدید است، مانند چی؟ سرعت. سرعت یک کمیتی است که حاصل یک حرکت است، یعنی تا زمانی که حرکتی در کار نباشه سرعت به وجود نمیاد. پس سرعت تعریف میکنیم که وکتور تغییر موقعیت تقسیم چی؟ زمان. سرعت به حرف V نشان میدیم، میگیم وکتور تغییر موقعیت که در کتابای شما به حرف D نشان داده، تقسیم زمانش، یک کمیت وکتوری است. نظر به این فرمول واحدش چی میاد؟ متر بر سکند. و فرمولای دیگه هم برای سرعت است. سرعت متوسط، سرعت لحظوی. سرعت متوسط ایتی از یک رابطه به دست میاریم، دی دو منفی دی یک بر تی دو منفی تی یک، یعنی دو فاصله رو در دو زمان متفاوت تعیین کرده. و همچنان اگر چندین فاصله با چندین زمان داشته باشیم، در او حالت سرعت ما از این رابطه به دست میاد، دی یک جمع دی دو
جمع نقطه نقطه جمع دی ان تقسیم تی یک جمع تی دو جمع نقطه نقطه جمع تی ان. درست؟ چند دقیقه شد؟ حسابش نکردیم، حساب خیلی کرد خب پس همون ایسه که نقطه نقطه و همون یک تشریش فقط بودیم. خب تقسیم تی یک جمع تی دو جمع نقطه نقطه جمع تی ان، این فرمولای هست که با تطبیقات شما در حل مسائل انشاءالله میخوانیم. موضوع بعدی تیزی هست. تیزی یک کمیت اسکالری است. طول را تقسیم زمان. صحیح است؟ مثلا یک جسم این تو یک مسیر منحنی را تعیین میکنه. این از اینجا تا اینجا. تغییر موقعش اینی وکتور است. اما طول راش اینی مسیر منحنی است. نه؟ میگیم سرعت تیزی را برف چی نشان میده؟ اس. بالایش علامه وکتور را نمیمانیم. مسئله میشه. دیره اگر طول را بگیریم باز علامه وکتور از بالایش رو طرف میکنیم. تقسیم چی؟ زمان. یعنی تیزی یک کمیت چی است؟ اسکالری است. و کمیت بعدی که از تغییرات سرعت به وجود میاد اون عبارت است چی است؟ تعجیل. تعجیل. میگیم تغییرات سرعت تقسیم زمان یا سرعت تقسیم زمان. ای یک کمیت وکتوری است. وی بر چی؟ بر تی. خب نظر به می فرمول برای واحد بر تعجیل کدام واحد بد است میه؟ متر بر سکند مربع. شاگرد عزیز خواهش ما از این درس شمایی است که اینی فرمولا را در خانه در کتابچه پیش خود نوشته کنین، هر فرمول و منطق شد بفهمین، باز تطبیقات شد در حل مسائل انشاءالله کار میکنیم. این بود درس امروزی تان. از توجهتان تشکر. خدا نگهدار.